یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در افغانستان موسوم بر رواداری به مناسبت روز جهانی کودک گزارش تازه خود را درباره وضعیت کودکان افغانستان منتشر کرده و افزوده است که در 2 سال اخیر اشکال مختلف خشونت علیه کودکان از جمله ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، اقدام خودکشی، خشونت در محیط آموزشی در این کشور افزایش یافته است. اما امارت اسلامی گزارش این نهاد را رد می‌کند. 20 نوامبر همزمان است با روز جهانی کودک که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید که کودکان افغانستان حتی در مورد این روز آگاهی ندارند و بیشتر دست به کارهای شاقه میزنند. در همین حال سازمان رواداری در گزارش خود تاکید کرده است که قوانین محافظتی از کودکان که در آن رفتارهای خشونت آمیز جرم‌انگاری شده بود پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی لغو شده و تاثیر مخرب بر وضعیت حقوق بشری کودکان گذاشته است. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گزارش سازمان رواداری را نادرست عنوان می‌کند و می‌گوید که حدود 10,000 کودک در پرورشگاه‌های کشور تحت حمایت قرار دارند. آقا راپور چی خبر شویده تر دیره بی بنیاد ده او په دې برخه کې کوم څه چې دوی ویلي دي هغه هیڅ دلته نه دي واقع شوي، بلکې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره چې ټولو ستونزو ته تر یو حده پورې رسېدنه شوې ده، د ماشومانو دغې ستونزې ته هم رسېدنه شوې ده. او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي، له کورنیو څخه لرې دي، هغو ته د افغانستان اسلامي امارت د ژمنتیا په اساس باندې رسېدنه شوې ده. هغه ماشومان په ښه توګه پالل کیږي. او د دې ترڅنګ باید دا یادونه وکړو چې له بل هر وخت نه ماشوم، بلکې د دې ټولنې هر وګړی، هر قشر، هر ډله تر پخوا مسؤونه ده او د دوی حقوق په سمه توګه ورکول کیږي د اسلامي شریعت په رڼا کې، چې دا واقعیت هم همدا څه ده. نو کومې یادونې چې دوی کړي دي چې اجباري ودونه دي، منګ او تاسې په دې ټولنه کې دلته ژوند کوو، وینو یې، داسې هیڅ نه دي واقع شوي چې اجباري ودونه دي، له سن واړه ماشومان دي واده شوي او یا د آزار وضعیت جنسي واقع شوی چې دا د اسلامي امارت په راتګ سره که پخوا و هم په دې ټولنه کې مردود و او د اسلامي امارت په راتګ سره دا ټول منفور دي، رد دي او داسې څه نه دي واقع شوي. از سوی هم سازمان صحی جهان میگوید که 24% مهاجران اخراج شده از پاکستان را کودکان تشکیل میدهد. به گفته نهادهای سازمان ملل، کودکان و زنان برگشت کننده در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. سهیل یکی از کودکانی است که از پاکستان به کشور بازگشته است و از نهادهای امدادرسان میخواهد که زمینه آموزش را برای آنان فراهم کنند. یگان جای ما پیدا کنیم، یگان اولی مولی بگیریم، یگان جای پروانه باشیم، دیگه مکتب بخونیم، درس بخونیم. در همین حال سازمان ملل متحد در 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک گفته است که حقوق کودکان در شماری از نقاط جهان مورد حمله قرار دارد.